تست ترانزیستور IGBT. با درود خدمت شما همراهان CWS الکترونیک، توی یک جلسه دیگه از آموزش جامع ترانزیستورها هستیم و توی این جلسه میخوام ببینیم که یه ترانزیستور IGBT رو ما چطور میتونیم تست بکنیم و ببینیم که سلامت هست یا نه. پس ادامه این ویدیو رو همراه من باشیم. قبلا در مورد ترانزیستورهای IGBT گفتم و یعنی تو بخش انواع مربوط به ترانزیستورها و حالا میخوایم این تست رو انجام بدیم. در اینجا من عذرخواهی میکنم اینکه در حال حاضر من ترانزیستور IGBT رو نداشتم و برای اینکه حالا آموزش عقب نیفته گفتم به صورت شماتیک بیام نحوه تست رو خدمتتون توضیح بدم که به چه صورت هستش، که بتونین شما این موارد رو در نظر داشته باشین که وقتی یه ترانزیستور IGBT رو دارید ببینین که چطور میتونین تست بکنین و این نکته رو هم مثل همه تست های قبلی در نظر داشته باشین که برای تست ترانزیستور ما اون ترانزیستور رو از مدار جدا میکنیم و بعد تست رو انجام میدیم. ترانزیستور های IGBT مثل ترانزیستور های MOSFET هستن که در اینجا یک ترانزیستور MOSFET رو شما مشاهده میکنید. از لحاظ شکل و قیافه مشابه ترانزیستورهای MOSFET هستش، ولی از لحاظ اندازه ترانزیستورهای IGBT بزرگتر هستن. حالا بریم ببینیم که چطور میتونیم تست رو انجام بدیم. اینجا یک ترانزیستور IGBT رو رسم کردم و شما حالا بر حسب اون شماره که داره روی ترانزیستورتون میرین شماتیکش رو به دست میارین که ببینین که پایه گیت و امیتر و کلکتورش کدوم هستش. به صورت پیشفرض همچین شماتیکی رو براش در نظر میگیریم برای دیتاشیت و میبینین که داخل این ترانزیستور IGBT یک دیود رو ما داریم. بنابراین اولین تستی که ما در اینجا در نظر میگیریم تست دیود داخل ترانزیستوره. باید ببینیم که به اصطلاح این دیود به ما راه میده یا نه. یه نکته اینجا وجود داره، این که دیودی که داخل ترانزیستور هستش مشکلی نداره اگر تو جهت مخالف هم راه بده. ما کلا میگفتیم مثلا دیودها باید تو یک جهت راه بدن و اگر مثلا از آنود داره به کاتود راه میده دیگه از کاتود به آنود نباید راه بده، ولی در ترانزیستور IGBT اگر راه بده هیچ مشکلی وجود نداره. ولی یک نکته رو باید در اینجا در نظر بگیریم، این هستش که وقتی که ما میایم از آنود به کاتود تست رو انجام میدیم، عددی که مولتیمتر ما نشون میده باید نسبت به زمانی که ما داریم تست رو از کاتود به آنود میگیریم بیشتر باشه. اگه خلاف این بود یعنی ترانزیستور خرابه. پس این اولین نکته در مورد تست سلامت. پس برای این کار ما مولتیمتر رو در حالت تست دیود قرار میدیم، به این صورت در حالت تست دیود قرار میدیم. بعد حالا میخوایم همین تست رو انجام بدیم که ببینیم که دیود داخل این ترانزیستور سالم هستش یا نه. برای این کار شما پراپ قرمز مربوط به مولتیمتر رو میاین روی کلکتور قرار میدیم و پراپ مشکی رو روی امیتر در این حالت قرار میدیم. عددی که مولتیمتر نشون میده رو به خاطر میسپارید. حالا جای پراپ ها رو عوض میکنه، یعنی پراپ قرمز رو روی امیتر قرار میدیم و پراپ مشکی رو روی کلکتور قرار میدیم. اگر عددی که نشون بده کمتر از عدد حالت اول باشه، یعنی در این حالت ترانزیستور سالمه. در غیر این صورت گفتم که ترانزیستور مشکل داره. حالا چرا این مورد وجود داره و برعکس به اصطلاح راه میده؟ دلیلش ساختار داخلی خود ترانزیستورهای IGBT هست، چون این ترانزیستور همطور که ما قبلا هم گفتیم از یه MOSFET و یه BJT اومده ساخته شده. حالا من برای اینکه این مولتیمتر در حین کار بوق نزنه و مختل نکنه این رو آفش میکنم و ادامه آموزش رو با هم داریم. مرحله بعدی تست ما اینه که آیا حالت خازنی بین پایه گیت و امیتر درست هست یا خیر. برای این کار ما میایم مولتیمتر رو در حالت تست خازن قرار میدیم. ببینید در اینجا مولتیمتر تست خازنش این هستش، مولتیمتر رو در حالت تست خازن ما قرار میدیم و حالا ادامه کار رو پیش میبریم. حالا اگر میخواین که این مثلا خطایی وجود نداشته باشه، خطاهایی که اینجا برای ما داره نمایش میده، اگر مولتیمتر شما از این نوع باشه میتونید دکمه رر رو بزنید که صفر بکنه.
به این ترتیب و بعد بیاین تست رو انجام بدین. اگر صفر نبود، اگر صفر بود که انجام میدین، اگر نه دکمه رل رو در اینجا میزنین که این صفر بشه. حالا میرین تست خازنی رو انجام میدیم. حالا میایم این کار رو میکنیم، پراپ قرمز رو میایم روی گیت قرار میدیم و پراپ مشکی رو روی امیتر قرار میدیم. میبینیم که روی صفحه مولتیمتر رو نگاه میکنیم، اگر صفر نشون داد جای پراپ رو من عوض میکنم، خب یعنی این بار پراپ مشکی رو روی گیت و پراپ قرمز رو روی امیتر میزنم. بعد این بار هم نگاه میکنم ببینیم که چه عددی نشون میده. اگر این بار هم صفر بود، یعنی حالت خازنی درست کار نمیکنه. پس چی شد؟ اگر من اومدم تست خازنی رو انجام دادم، پراپ قرمز رو به گیت، پراپ مشکی رو به امیتر و روی صفحه مولتیمتر من صفر نشون داد یا OL نشون داد و اومدم جای پراپ ها رو عوض کردم و مجدداً OL برای من نشون داد، این یعنی حالت خازنی درست کار نمیکنه، چون باید توی هر دو حالت در حد چند نانو فاراد رو به من نشون بده. این عدد هم باید ثابت باقی بمونه، اگر غیر از این باشه یعنی نشون میده که نشتی داره و اتصال داخلی داخل ترانزیستور ما وجود داره و ترانزیستور ما اینجا مشکوک به خرابی هستش. پس این هم از تست خازن مربوط به ترانزیستور IGBT. مرحله بعدی این هستش که ما بیایم تست مقاومتی مربوط به پایه‌های ترانزیستور رو انجام بدیم. خب تست مقاومتی گفتم، یعنی چی؟ یعنی میایم مولتیمتر رو در حالت تست مقاومت قرار میدیم، مولتیمتر خودتون رو روی این حالت قرار میدیم، اوهم پایه گیت به امیتر رو میایم میگیریم به این صورت که پراپ قرمز رو روی گیت قرار میدم و پراپ مشکی رو روی پایه ای یا امیتر قرار میدم. نباید اوهم پایینی رو به من نشون بده. مثلا اگر 100 اوهم نشون بده عدد کاملا اشتباهیه. ببین در این حد میگم نباید پایین برای من نشون بده. حالا میام پایه گیت رو به کلکتور میام، مقدار اوهمش رو در نظر میگیرم، یعنی پراپ قرمز رو به گیت و پراپ مشکی رو به کلکتور متصل میکنم. اگر مثلا در حد 1 اوهم 2 اوهم اومد نشون داد، یعنی اتصال کوتاهی توی این ترانزیستور IGBT ما وجود داره. پس در این حالت زمانی که ما از سلامت ترانزیستورمون مطمئن میشیم این هستش که وقتی که من میام تست گیت به امیتر رو میگیرم یا تست گیت به کلکتور رو میگیرم، مقاومتی که باید نشون بده در حد بی نهایت یا در حد مگا اوهم باشه. در این حالت یعنی تست مقاومتی که من انجام میدم، این نشون میده که ترانزیستور من سالمه. اما اگر مقاومت پایینی رو برای من نشون بده، در حد مثلا 100 اوم نشون بده یا 1 یا 2 اوم نشون بده، این یعنی این که ترانزیستور من مشکل داره و اتصال کوتاه رو برای من در اینجا به همراه داره. حالا برای اطمینان از این که ببینیم که پایه گیت به کلکتور اتصال کوتاه داره چی کار میکنیم، مثلا فرض کنیم من حالا از حالت تست مقاومت خارج کردم، فرض کنیم من اومدم گیت و کلکتور رو تست مقاومتش رو انجام دادم و مقدار مثلا 1 اوم 2 اوم در این حد پایین رو برای من داره مولتیمت نشون میده و گفتیم این یعنی یه اتصال کوتاهی وجود داره. حالا برای اینکه اطمینان واقعا پیدا بکنیم که اتصال کوتاه وجود داره چی کار میکنیم، مولتیمترمون رو میایم در حالت تست بو یا بیزر قرار میدیم و در این حالت دوباره تست میگیریم و میام اول این کار رو میکنم، پراپ قرمز رو به گیت و پراپ مشکی رو به امیتر میزنم. در این حالت باید در حالت تست بیزر که قرار میدم 1 اوم پایینی رو به من نشون بده و اگر بیام پراپ قرمز رو به گیت و پراپ مشکی رو به کلکتور در اینجا متصل بکنم، اگر بوق ممتد زد یعنی اتصال کوتاه داره، اگر بوق ممتد نزد یعنی اتصال کوتاهی وجود نداره. حالا اینجا که میگیم اتصال کوتاه وجود نداره، دلیل بر این نمیشه که زمانی که ما تست کردیم و مقاومت 1 یا 2 اوم رو به ما نشون داد و بعد اومدیم تست بیزر رو گرفتیم دیدیم بوق نمیزنه، یعنی ترانزیستور ما سالمه. گفتیم در اون حالت باید مقاومت بی نهایت رو به ما نشون بده. این از صورت کلی تست ترانزیستور IGBT بود. دیدین که خیلی راحت یک بار ما اومدیم با
تست دیو امتحان کردیم، تست خازنیش رو هم بهتون گفتم چطوری بود و تست اهمش هم و تست مقاومتش هم انجام دادیم و در نهایت تست بیزر رو انجام دادیم. یعنی در اینجا ما 4 نوع تست رو درباره ترانزیستور آی جی بی تی انجام دادیم تا از سلامتش در اینجا مطمئن بشیم. مواردی رو که گفتم حتما در نظر داشته باشیم که کدوم ها نشانگر سالم بودن هستش و کدوم موارد معیوب هستش. به این ترتیب ما ترانزیستور آی جی بی تی رو تست کردیم. هر سوالی داشتین حتما از ما بپرسین، چه در بخش کامنت ها و چه در بخش پشتیبانی پاسخ داده میشه. ممنون از همراهی شما. تا ویدیو آینده، خدا نگهدار.